بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. به اخبار شبانگاهی خوش آمدید. همچنان که در سه شب گذشته شاهد بودید، از این پس هر شب رأس ساعت 20 به وقت شهر مقدس کربلا از جوار حرم باصفای حضرت امام حسین علیه السلام به بررسی مهمترین رویدادهای خبری جهان می‌پردازیم و آخرین اخبار و تحولات روز را به سمع و نظر شما بینندگان محترم می‌رسانیم. امشب من محمد محمدی از استدیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان گرامی هستم. سرخط خبرها. محدودیت‌های تازه طالبان بر مراسم محرم، ممنوعیت پخش مرسی از بلندگوها و دعوت از اهل تسنن در مراسم. محکومیت بمباران غیر نظامیان اوکراینی در بیانیه سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده. کمیته بین المللی صلیب سرخ: امدادگران نمیتوانند به بسیاری از مناطق سودان جنگ زده دسترسی پیدا کنند. و حال و هوای موکب‌های حسینی در اولین روزهای دهه محرم در کربلا. حکومت طالبان محدودیت‌های تازه را بر مراسم عزاداری محرم در افغانستان وضع کرده است. بر اساس دستورالعمل تازه‌ای که حکومت طالبان آن را تعهدنامه خوانده، در بعضی مناطق برگزاری مراسم عاشورا محدود به 3 روز شده و اهل تسنن نباید به مراسم دعوت شوند و شیعیان هم حق مصاحبه با مطبوعات را ندارند. در بخشی از تعهدنامه 11 ماده‌ای آمده است که اجرای مراسم باید بر اساس قوانین حکومت طالبان باشد و تنها در تکیه خانه های برگزار شود که دو طرف توافق کردند. در ماده دوم این تعهدنامه ذکر شده که فهرست نهایی سخنرانان مراسم باید پیشاپیش در اختیار حکومت طالبان قرار داده شود. همچنین در این دستورالعمل آمده است که عزاداران اجازه ندارند به صورت گروهی و دسته‌ای وارد تکیه خانه ها شوند. عدم استفاده از بلندگو، برگزاری مراسم دهه محرم در 3 روز و توزیع نذر فقط در داخل تکیه خانه ها از موارد دیگری است که در این تعهدنامه به آنها اشاره شده است. طالبان پیش از نصب پرچم عزاداری در برخی استانها و تجمع در اماکن عمومی را منع کرده بودند. این گروه سال گذشته نیز برای مراسم عزاداری در محرم محدودیت وضع کرده بود. طالبان یک گروه سنی مذهب و تندروست که از 3 سال پیش بر افغانستان حکومت می کند. این گروه در این 3 سال گذشته به شدت حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان به ویژه شیعیان و هزاره ها را تضعیف کرده است. همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر عبدالی، دلیل این رفتارهای طالبان در قبال شیعیان و عزاداری های آنان چیست و آیا امیدی برای بهبود این وضعیت وجود دارد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، عرضم به حضور شما که در واقع گروه طالبان همون گروه دهه 90 هست که به قدرت رسیدند، یعنی تفاوتی نکردن و تحول یا تغییری در اونا نیومده. در واقع اگر هم تحولی اومده، تحولات جهانی و مسائل اجتماعی بوده که اتفاق افتاده نسبت به دهه 90، یعنی 30 سال پیش. و این گروه چنان یک گروه تندرو و افراطی هست و افکار سلفی و وهابیگری در بین اونها به شدت وجود داره و به همین دلیل هست که
در واقع بین گروه های داعش و سایر گروه های تندرو و طالبان تفاوتی وجود نداره. تنها تفاوت در این هست که گروه طالبان امارت اسلامی را ایجاد می کنند و خواهان اون هستند و گروه های دیگه مثل داعش حکومت خلافت را می خواهند. در واقع در ماهیت تفکر و ایدئولوژی اونها هیچ تفاوتی وجود نداره. به همین دلیل این واضح است که اونها باید مخالفت بکنن و به دلیل اینکه در دوره جدیدی که طالبان به قدرت رسیدن نمیخواهند جامعه جهانی یک بار در برابر اونها قرار بگیره، بسیاری از قوانینی رو که میخواهند اجرا بکنن با گذشت زمان و به مرور زمان اجرا میکنن و ما انتظار داشتیم که این محدودیت ها همچنان بیشتر بشه و در آینده هم افزایش پیدا بکنه، چون این ماهیت این گروه های تندرو همین هست و در واقع اینها اصلا با مذهب یا شیعیان هیچ نوع سنخیت و ارتباطی ندارن. هیچ وی که اینها تمام تلاششون و یکی از فعالیت هاشون مبارزه با جامعه تشیع هست. سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. در درگیری میان نیروهای امنیتی و تروریست‌ها در پاکستان، 8 نفر از جمله 5 نیروی امنیتی و 3 کودک جان باختند. واحد روابط عمومی ارتش پاکستان ISPR اعلام کرد که در درگیری با تروریست‌ها در وزیرستان شمالی 1 سرباز و در وزیرستان جنوبی 3 سرباز جان باخته و 12 سرباز زخمی شدند. تعداد خبرنگاران کشته شده در پاکستان در سال جاری بی سابقه بوده است. بیشتر مرگ و میرها در شهرهای کوچک اتفاق افتاده است، جایی که نقش رسانه‌های اجتماعی در تقویت چهره روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و ایجاد بستری برای خبرنگاران شهروند به شدت احساس شده است. شبکه آزادی که مدافع آزادی مطبوعات است اعلام کرد 53 روزنامه‌نگار پاکستانی به دلیل کارشان بین سالهای 2012 تا 2022 کشته شدند و در همین بازه زمانی تنها 2 مورد بوده که منجر به مجازات مجرمان شد. این رقم از سال 1990 میلادی تا کنون شامل 138 روزنامه‌نگار مقتول می شود. عبدالرشید منها، سخنگوی APHC کنفرانس حریت، در بیانیه‌ای در سرینگر گفت نیروهای هندی، نیروهای شبه نظامی و پلیس هند طی عملیات‌های مانند حصر، تفتیش و یورش به خانه‌ها چندین کشمیری و فعال را بازداشت و بازجویی کردند. گفتنی است این عملیات‌ها در مناطق مختلفی مانند سرینگار، گاندربال، باندیپورا، گاپوارا، بارامولا، گلگام، شوپیان، گاتوا، راجوری، پونچ، دودا و سامبا از چند روز گذشته تا کنون ادامه داشته است. 8 استان عراق به دلیل گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد امروز پنجشنبه تعطیل است. اسعد المسلماوی، رئیس شورای استان بابل در عراق، از تعطیلی روز پنجشنبه در این استان خبر داد. وی در بیانیه اعلام کرد که به دلیل افزایش دمای هوا، شورای استان بابل با اکثریت آرا رأی به تعطیلی پنجشنبه داد. ادارات امنیتی و خدماتی از این تعطیلی مستثنا هستند. سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده بمباران اوکراین توسط روسیه را محکوم کرد و خواستار در امان ماندن غیر نظامیان از آثار جنگ شد. به گزارشی که همکارم در رابطه با بیانیه سازمان نفی خشونت تهیه نموده توجه فرمایید. سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده کشته شدن غیر نظامیان اوکراین که به دلیل بمباران کیف پا
پایتخت اوکراین توسط روسیه هدف قرار گرفتن را به شدت محکوم کرد و بر لزوم در امان ماندن مردم بیگناه از بلای جنگ بین دو کشور تأکید کرد. این سازمان تأکید کرد که تمامی کشورها بایستی احترام به قوانین را سرلوحه اعمال خیش قرار دهند و هنجارهای بین‌المللی در مورد قواعد جنگ را رعایت نمایند. در این بیانیه خود تصریح کرد گزارش های رسانه ها حاکی از کشته شدن ده ها غیر نظامی از جمله کودکان بر اثر اصابت موشک به ساختمان بیمارستانی در کیف پایتخت اوکراین دارد. این سازمان این حمله را نقض فاحش قوانین و هنجارهای بین‌المللی دانست که حفاظت از غیر نظامیان را در مواقع درگیری لازم می شمارد. سازمان جهانی نفی خشونت تداوم هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی مانند بیمارستان‌ها و مدارس را جنایت جنگی توصیف کرد که مستلزم پاسخگو بودن عاملان و جلوگیری از تکرار آنهاست. این سازمان خاطر نشان کرد که غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان بیشترین بار را در درگیری‌های مسلحانه به دوش می‌کشند و لازم است همه طرف‌های درگیر متعهد شوند که از آنها محافظت کنند و از هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی خودداری کنند. سازمان بین‌المللی نفی خشونت همچنین بر اهمیت رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی که بر حفظ غیر نظامیان از بلای جنگ و عدم تجاوز به آنها تأکید می‌کند برای حفظ جان مردم بیگناه تأکید کرد. این سازمان خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن حملات بیرویه با انگیزه هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی شد و تأکید کرد که راه حل‌های صلح‌آمیز در درگیری‌ها باید هدف نهایی همه طرف‌ها باشد. سازمان جهانی نفی خشونت همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا تلاش‌های خود را برای تحت فشار قرار دادن طرف‌های درگیر برای احترام به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و تلاش برای ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به کسانی که از درگیری در اوکراین آسیب دیدند افزایش دهند. این سازمان در پایان بیانیه خود مجدداً خواستار دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد و تأکید کرد که خشونت تنها باعث ایجاد خونریزی بیشتر می شود و گفتگو و مذاکره بهترین راه برای حل مناقشات و دستیابی به امنیت و ثبات برای همه است. پیر دوربست نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در سودان گفت مناطق زیادی وجود دارد که ما نمیتوانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم چرا که گاهی اوقات بسیار خطرناک هستند و گاهی اوقات ما مجوز دریافت نمی کنیم. در ادامه همکارم در رابطه با آخرین وضعیت اسفار سودان گزارشی تهیه نموده که با هم می بینیم. در حالی که درگیری‌های ویرانگر بین ارتش و شبه نظامیان ادامه دارد، یک مقام صلیب سرخ روز چهارشنبه گفت که بخش‌های زیادی از سودان جنگ زده برای امدادگران غیر قابل دسترس است. پیر دوربس، نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سودان گفت: مناطق زیادی وجود دارد که نمی‌توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم، چرا که گاهی بسیار خطرناک هستند و گاهی اوقات ما مجوز دریافت نمی‌کنیم. دوربس به خبرنگاران در پورت سودان، شهری که ارتش، دولت و آژانس‌های سازمان ملل در آن مستقر هستند، گفت تسهیل شرایط دسترسی به این مناطق به میلیون‌ها نفر کمک خواهد کرد. از اوایل 2023 جنگ بین ارتش سودان تحت رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به رهبری معاون سابق او محمد همدان داگلو در جریان است. به گفته سازمان ملل این درگیری ده‌ها هزار کشته به جای گذاشته و بیش از 10 میلیون نفر را آواره کرده است. گزارش اخیر سازمان ملل حاکی از آن است که نزدیک به 26 میلیون نفر یعنی کمی بیش از نیمی از جمعیت سودان با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه هستند.
گروه‌های داوطلب در برخی از مناطق تحت تأثیر خشونت، آشپزخانه‌های مشترکی را با حمایت سازمان‌های بین‌المللی راه‌اندازی کردند. عصمت محمد که بر یکی از این مراکز در پایتخت خارتوم نظارت می‌کند، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما روزانه حدود 2000 وعده غذایی ارائه می‌دهیم و این تعداد روزانه در حال افزایش است. اما یکی از کارمندانی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت گروه‌های بین‌المللی در انتقال وجوه به داوطلبان در محل با موانع لوجستیکی روبرو هستند. در شهر دیلینگ در نزدیکی مرز سودان جنوبی، کیندا کومی یکی از داوطلبانی است که برای افراد نیازمند غذا فراهم می‌کند. او گفت از آغاز جنگ هیچ کمک غذایی به این شهر نرسیده و راه‌های ارتباطی آن به سایر نقاط کشور به دلیل درگیری‌ها قطع شده است. به گفته او نیمی از نیازمندان بدون دریافت وعده غذایی محل را ترک می‌کنند. همزمان با آغاز دهه محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان، شهر مقدس کربلا حال و هوایی وصف ناشدنی دارد و زائران و مجاوران با راه اندازی موکب‌ها و دستجات عزاداری این روزها و شبها را گرامی می‌دارند. به گزارش تصویری که همکارانم در رابطه با حال و هوای موکب‌های حسینی در اولین روزهای دهه محرم در کربلا تهیه نمودند، توجه فرمایید. با فرا رسیدن ماه محرم، کربلا به قلب تپندی عشق و ایثار تبدیل می شود. اینجا جایی است که تاریخ با هر قدم و هر نگاهی زنده می شود. شهری که هر گوشش حکایتگر حماسی حسینی است. در این روزها موکب‌های حسینی چون نگین‌های درخشان در خیابان‌های کربلا می درخشند. این موکب‌ها با دست‌های پرمهر خادمان به زائران خدمت می کنند. خادمانی که از سراسر جهان آمدند تا عشق و ارادت خود را به سید شهدا علیه السلام نشان دهند. دیگه مواکب الحمدلله برگزار شده دهه اول محرم، ولو بعضی از مواکب دو سه روز زودتر شروع کردن. الحمدلله رب العالمین، قول قوه الهی مراسمیه که از قدیم بوده، یعنی برای عزاداری امام حسین، نوکری خادمین امام حسین، زائرای امام حسین در کربلا و در تمام اقصا و نقاط شهرهای اسلامی، ولو توی مذاهب دیگه هم، یعنی هستن کسایی که مواکب برپا میکنن، عزاداری امام حسین برپا میکنن، ولو در مذاهب غیر شیعه. از ایران و عراق تا پاکستان و لبنان، از اروپا و آمریکا تا هند و آفریقا، همگی گرد هم آمدن تا با دلهای پر از عشق زائران را در این سفر معنوی یاری کنند. هر موکب نمایندی از فرهنگی خاص، اما پیامی واحد، پیام خدمت به زائران امام حسین علیه السلام است. آدم وقتی این همه مواکب، این همه نوکر، این همه زوار امام حسین رو میبینه، واقعا اون کشتی معنای واقعی کشتی نجات پی میبره. این همه مردم عراق، مردم ایران دست به دست هم دادن تا برای زوار امام حسین کم نذارن. صبح، ظهر، شب همراه امام زمان دارن خدمت میکنن واسه زوار امام حسین، که هیچ زواری نه گرسنه بمونه، نه بی خواب بمونه، نه بدون موکب بمونه، نه بدون استراحت بمونه. الحمدلله و المنه. آدم کیف میکنه میبینه و غبطه میکنه به حال اینا که بدون هیچ چشم داستی، بدون یه ذره خوابی، استراحتی دارن خدمت میکنن در راه باب الله لسه. یکی از خادمان میگوید این افتخار بزرگی است که هر سال در این مکان مقدس خدمت کنیم. هر چیزی که داریم با عشق به امام حسین علیه السلام تقدیم میکنیم. زائران نیز از تجربه های بی نظیر خود میگویند. یکی از زائران از ایران با شوق و اشتیاق میگوید این موکب ها تنها برای نفع نیازهای مادی نیستند، بلکه اینجا روح ما نیز با محبت و مهربانی سیراب میشود. موکب خیلی خوب هستند، اینکه این عشق و این شور رو دارن که برای سید و شهدا، برای اهل بیت این کار میکنن و از جونشون مایه میذارن. این غذا و این عطامی که به خود پخش میکنن، هنوز
اسم امام حسین هر روز روز به روز بیشتر از قبل میشه الحمدلله رب العالمین. حس خیلی خوبی داره، حسی خیلی خوبی بین زوار داره و این محبتی که بین زوار و سید و شهدا دارن. با نزدیک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، جب کربلا پرشورتر، هیجان انگیزتر می شود. موکب ها شبان و روزی در خدمت ظاهران هستند تا هیچ کس بدون کمک و خدمت تماند. اینجا در این دانشگاه عشق و ایثار همه برای زنده نگه داشتن یاد به راه امام حسین علیه السلام تلاش می کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محدودیت‌های تازه طالبان بر مراسم محرم، ممنوعیت پخش مرسی از بلندگوها و دعوت از اهل تسنن در مراسم. محکومیت بمباران غیر نظامیان اوکراینی در بیانیه سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده. کمیته بین المللی صلیب سرخ، امدادگران نمیتوانند به بسیاری از مناطق سودان جنگ زده دسترسی پیدا کنند. و حال و هوای موکب‌های حسینی در اولین روزهای دهه محرم در کربلا. بینندگان گرامی، به پایان اخبار شبانگاهی امشب رسیدیم. از اینکه با من محمد محمدی در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. همانطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، از این پس هر شب رأس ساعت 20 به وقت کربلای معلا به مدت 30 دقیقه آخرین رویدادهای خبری جهان به سمع و نظر شما بینندگان محترم خواهد رسید. تا اخبار شبانگاهی فردا، از استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به یکایک شما بینندگان محترم شب بخیر میگویم. خدای دو جهان نگهدارتان باد.